57 و به رغم اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور به اتهام راه اندازی تظاهرات ضد حکومتی پس از انتخابات، گزارش ها از آماده شدن معترضان برای تظاهرات حکایت داره. سناتور جان مکین، عضو ارشد کمیته نیروهای مسلح سنا، در گفتگوی اختصاصی از وقوع یک انقلاب در ایران سخن میگوید. از سناتور جمهوری‌خواه جان مکین، عضو ارشد کمیته نیروهای مسلح سنا، میپرسم: ما در آستانه 31مین سالگرد انقلاب 57 قرار داریم. شما طی سفر دو هفته پیش خود به خاورمیانه گفتید رژیم ایران روزهای آخرش را سپری می‌کند. آیا مشابهتی میان رویدادهای انقلاب 57 و تحولات این روزها می‌بینید؟ پس از انقلاب 57، مردم ایران و سراسر جهان همه انتظار حکومتی را داشتند که بیش از پیش نماینده خاص مردم باشد. این امر تا کنون رخ نداده است. ایرانیان مردمی پیشرو، پیشرفته و بسیار تحصیل کردند که از فرهنگ و میراثی دیرین و زیبا برخوردارند. این مجموعه سرانجام آنها را به دموکراسی رهنمون می کند که تمام مردم دنیا و مردم ایران از آن الهام گرفتند. چرا فکر می کنید رژیم در آستانه سقوط قرار دارد؟ You know, it's hard to get reliable reports out of Iran for obvious reasons. به دلایلی روشن دریافت اطلاعات معتبر از ایران دشوار است. اما تردیدی نیست که شکافی عمیق در درون حاکمیت ایجاد شده که دستبندی های متعددی را در پی داشته است. دست کم بخشی از نظام به بیرحمی رژیم در برخورد با مردم واکنش شدید نشان داده است. اینکه این شکاف ها و اختلاف ها تا چه حد عمیق و مهیبند و افراطگرایان رادیکال برای حفظ حکومت تا چه حد شدت عمل نشان خواهند داد روشن نیست. اما تاریخ به ما نشان می دهد سرانجام مردم بر حکومت ستمگری که به خواست و آمال مردم کشورش وفادار نماند غلبه می کنند. البته ممکن است پیش از پیروزی مردم ماجرا به درازا بکشد و خشونت و بیرحمی ادامه داشته باشد. مهدی کروبی از رهبران اپوزیسیون این هفته گفت احمدی نژاد را رئیس جمهور نظام می‌داند چون حکم او را رهبر تایید کرده است، اما کماکان معتقد است انتخابات غیرقانونی بود. برداشت شما از این تحولات چیست؟ من می‌دانم آقای میرحسین موسوی نماینده اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری است و بسیاری معتقدند انتخابات دوش بود. اما این انقلاب توسط مردم ایران انجام میگیرد. البته آقای موسوی شخصیتی قدرتمند است، اما قدرت واقعی این حرکت نزد مردم ایران است که برای دموکراسی جان بر کف پا به خیابان میگذارند. پس شما معتقدید ایران در مسیر انقلاب قرار دارد؟ گروهی استدلال میکنند این یک جنبش حقوق مدنی است نه انقلاب. وقتی هزاران تن از مردم با به جان خریدن خطر مرگ چون ندا آقا سلطان به خیابان می روند و ده ها هزار تن بیرحمی و حبس غیرقانونی و شکنجه را متحمل می شوند، به نظرم بسیار مهم و بامعناست. حکومت ایران می تواند هر گونه که می خواهد آنها را توصیف کند و به تصویر بکشد، اما شمار بالای مردم و تداوم اعتراضاتشان نشانه انکارناپذیر پایگاه وسیع اجتماعی این اعتراضات است. فکر میکنید رژیم بتواند با ادامه ارعاب و دست زدن به مصالحه با نیروهای اپوزیسیون از این بحران عبور کند؟ همیشه میتوان به مصالحه دست زد، اما اینکه مردم از جان گذشته به اعتراضات ادامه میدهند نشان میدهد ایرانیان به چیزی کمتر از یک دموکراسی حقیقی بسنده نخواهند کرد. بنابر گزارش‌ها حدود 32 میلیون کاربر اینترنتی در ایران وجود دارد. بسیاری از آنها معتقدند که آمریکا فقط حرف می‌زند و حتی قانون قربانیان سانسور در ایران یا وایس اکت شما هم به اقدامی عملی منجر نشده. این بودجه 55 میلیون دلاری چگونه صرف شده است؟ بودجه باید در اختیار طیفی از مؤسسات متخصص دور زدن سانسور اینترنتی در ایران تا پخش برنامه‌های رادیو تلویزیونی قرار بگیرد. من از اینکه هیلری کلینتون وزیر خارجه هفته گذشته از کمک به مردم چین در راستای عبور از سانسور اینترنتی دولتی سخن گفت بسیار خوشحال شدم. امیدوارم همین تکیه بر ایران هم دیده شود. اما بسیاری از مخاطبین میگویند پس نتیجه عملی این برنامه ها چیست؟ بگذارید یک بار دیگر تاکید کنم. آمریکا فارغ از آن که در چه طیف سیاسی قرار داشته باشد،
قصد مداخله نظامی یا اقدامی خارج از قواعد بین الملل ندارند. اما بهترین مقایسه آنچه ما اینک انجام می دهیم نگاه به کمک های آمریکا به جنبش کارگری لخوالسا در لهستان برای چاپ نشریاتشان بود. آن کمک ها به توزیع اطلاعات بین مردم کمک می کرد. اگر به امروز بازگردیم، این مبنا شبکه ارتباطات و اینترنت است. این یعنی ارائه هر کمک ممکن به آزادی اینترنت و تلفن‌های همراه در ایران. یعنی کمک به مردم برای استفاده از فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هر ابزار لازم برای ایجاد ارتباط با همدیگر و برای انعکاس پیام آنها به جهان و انتقال پیام جهان آزاد به آنها که ما در این کشاکش در کنارشان هستیم. از سناتور جمهوری خواه جان مکین، عضو ارشد کمیته نیروهای مسلح سنا میپرسم، شما تا یه سفر اخیر خود به خاورمیانه گفتید ایران ممکن است برای انحراف افکار عمومی به افزایش تنش با اسرائیل رو بیاورد. فکر میکنید رژیم در پی جنگ است؟ I think there's a great risk that the Iranians, as they see domestic opposition become more intense. این خطر بزرگ وجود دارد که تشدید اعتراضات مردم را به خطری جدی برای حاکمیت بدل کند و رژیم دست به اقدامی خصمانه علیه اسرائیل بزند. این امر می تواند از طریق تشویق حزب الله لبنان به حمله به اسرائیل یا دیگر اقدامات خصمانه صورت بگیرد و یک احتمال قوی است. نخستین بار در تاریخ نیست که یک رژیم خودکامه برای تغییر فضای داخلی به دنبال ایجاد یک تهدید خارجی بوده است. به نظر می رسد تنها گزینه پیش رو در حال حاضر تحریم است. موضع شما درباره لایحه تحریم جامع ایران یا S-2799 در سنا چیست؟ I think we need to impose the sanctions. We also ought to look very carefully at banking activities. ما باید تحریم های جدید را اعمال کنیم. باید فعالیت‌های بانکی، کشتیرانی و روابط تجاری دیگر کشورها با رژیم و انتقال فناوری‌های پیشرفته به ایران را به دقت زیر نظر داشته باشیم و مختل کنیم. همچنین باید تا حد ممکن افرادی را که در سرکوب بی‌رحمانه مردم ایران نقش داشتند شناسایی کنیم و آنها را در جهان رسوا کنیم. این تلاش‌ها بسیار مؤثر خواهد بود. بنزین نقطه آسیب پذیری ایران است، اما هدف گرفتن فعالیت های بین المللی سپاه که به آنها امکان می دهد سود کلانی به دست آورند در کانون تلاش ها قرار دارد. این یک بحث همیشگی است. وقتی در پی تغییر رفتار یک رژیم خودکامه و ستمگر هستید، ما قصد آسیب رساندن به مردم ایران را نداریم. مردم ایران خودشان هم نمیخواستند آسیب ببینند، اما تصمیم گرفتند به خیابان بروند و جان عزیزشان را برای دموکراسی به خطر بیندازند. تردید ندارم مردمی که خواهان تغییر در حکومت ایران هستند، برای پرهیز از اینکه آینده کشورشان در دست اقلیتی افراطی باشد، کمی مهنت بیشتر را متحمل میشوند. من بابت هر گونه آسیبی که تحریم ها به مردم ایران وارد میکند متاسفم، اما دست روی دست گذاشتن اگر حمایت از یکی از ستمکارترین رژیم های روی کره زمین نباشد همراهی با آن است. آیا واقعا فکر میکنید تحریم به تغییر رفتار ایران منجر میشود؟ مطمئن نیستم میتواند مؤثر باشد. باور دارم تجربه جنگ سرد نشان داد پیام همراهی ما با مردم زیر ستم در پایین کشیدن این حکومت ها طی زمان مؤثر بوده است. ایرانیان آشکارا میگویند خواهان حمایت ما هستند. Obama, are you with us or are you with them for any reason except that they're asking for our support. ایران نشانه های بروز داده که قصد دارد اورانیوم 20% را خودش تولید کند. اتحادیه اروپا، بزرگترین شریک تجاری ایران، هم میگوید در انتظار نتیجه تحریم شورای امنیت میماند و بعد تحریم های جداگانه اروپا را در دستور کار قرار میدهد. فکر میکنید جامعه جهانی برای متوقف کردن برنامه جنگ افزار هسته‌ای ایران چقدر وقت دارد؟ بگذارید از واقعیت صحبت کنم. روسیه و چین اعضای شورای امنیت هنوز با تحریم ایران موافقت نکردند. امیدوارم چنین کنند، اما تا کنون اتفاقی نیفتاده است.
اتحادیه اروپا هم ضرب الاجل‌های متعددی گذاشته که به آن عمل نکرده است. هرچند صادقانه بگویم بسیار بعید است، اما امیدوارم این بار چین و روسیه در مذاکره جدی برای اعمال تحریم جدی قدم بگذارند. باید روشن بگویم که دست آخر این آمریکاست که باید رهبری این امر را در دست بگیرد و تحریم‌ها را اعمال کند. امیدوارم فرانسه به ما بپیوندد، اما نشستن در انتظار چین و روسیه و اتحادیه اروپا بیشتر به تأخیر در اعمال تحریم می انجامد تا وضع تحریمی جدی. بگذارید با تأکید کنم ترکیبی از تحریم‌های کمرشکن و تدابیری برای تشویق مردم در راه کسب آزادی مؤثر خواهد بود. آخرین بار که با شما صحبت کردم گفتید قصد دارید فرصت دهید سیاست تعامل پرزیدنت اوباما در برابر ایران کارایی خود را نشان دهد. هنوز چنین قصدی دارید؟ Again, as you know, we set deadlines months ago, and the last deadline was the first of this year, which has now come and gone. I will urge the president to act. از رئیس جمهور میخواهم دست به اقدام بزند. میدانم دست او از مسائل مهم پر است، اما این بی اغراق مسئله مرگ و زندگی است. Thank you.